ازش راضی نبودم. من همیشه نگاه میکنم ببینم اون دختری که داره هی به جای مرد از کلمه پرنسس دارن استفاده میکنم. من میگم شما تلاشتو بکن، اصلا کشور مهم نیست، اصلا مهمی شما ایرانی، افغانستانی، آمریکایی. از دومین موضوعی که راجعش باید صحبت کرد که من خیلی خیلی حرصم میگیره، همون جور که دختر بد داریم پسر بدم داریم. ببین خودت تو چه جایگاهی هستی که داری صحبتو میکنی؟ آیا خودت یه بیزینس خفنی داری؟ خودت از خودت چیزی داری؟ اگه در اون سطح نیستی هیچ وقت به پسر این حرفو نزن، هیچ وقت. سلام، خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. اگه دنبال یه کرمی هستید که یه کرم یا ماسکی که صورتتون خیلی شفاف کنه، صاف کنه، اگه جای لک و جوشاتون مونده میخواید بره، این بهترین چیزه، با کم هزینه ترین چیز، فقط با سه تا چیز میتونید بگیرید. وقتی که میخوایم ماسکمونم بزنیم، قراره که راجب یه بحث داغی که خیلی تو اینستاگرام الان هست، مرد بودن یا پرنسس که همه حالا نمیدونم چی افتاد تو دهن همه، قراره که راجبمون صحبت بکنیم. قبل اینکه بخوام کرمو بزنیم، اول که صورتمون رو کامل باید قشنگ تمیز بکنیم. من از تونر استفاده میکنم، تونرمو معرفی نمیکنم چون ازش راضی نبودم، الانم تشه. فکر کردم که توی تابستون به دردم میخوره چون من پوست چربی تو تابستون دارم و این یه ذره خشکتر میتونست بکنه پوستم، یا میتونم بگم کنترل میتونست بکنه چربی پوستم. ولی بعد یه مدت دیدم که بالای پلکم داره کم کم تیچله اومده. بهتون توی ویدیو قبلی گفتم ستنینی دارم. خلاصه که دیدم اینجام داره خوش میشه، دیگه بیخیالش شدم. یه ذره با تونه صورتمون رو پاک میکنی. همین جوری که دارم این کارم میکنم، بهتون کم کم شروع کنم موضوع رو صحبت بکنم. یه موضوعی که خیلی دارم هم تو اینستاگرام میبینم، هی به جای مرد از کلمه پرنسس دارن استفاده میکنم. قرار نیستش که من الان طرفدار دختر رو باشم یا طرفدار پسر رو باشم، اصلا هیچ کدومش قرار نیست باشم. چون من که فمینیست نیستم، اصلا نیستم، خیلی ها الان هستم ولی من به هیچ عنوان نیستم. اول اینکه در اینکه پسرهای امروزی، مردهای امروزی نسبت به مردهای قدیمی تر خیلی متفاوتن، در این شکی نیست. من اصلا نمیگم که یکی نه، فرق دارن واقعا. وای صورتم این چقدر تیره است چی میگن؟ کثیفی روشه. در اینکه مردها واقعا الان با اون موقع قابل مقایسه نیستن، مثلا پسر امروزی با مثلا زمان پدر من یکی نیستن، در این واقعا شکی نیستش، اصلا شکی نیست. ولی یه چیزایی دخترها استفاده دارن میکنن، من برام خیلی خیلی خنده داره. بذارید ماسکر رو بهتون بگم چیکار باید بکنید. خب برای ماسک من همین جعبه‌ای که برای ظرفی که برای ماستم بود و همونو نگه داشتم. شما یه قاشق ماستو بریزید توی ظرف، یه کوچولو زردچوبه به اندازه یه قاشق چای خوری، زیاد نه چون زرد میشه پوستتون، با آب لیموی تازه بچکنید داخل همون ظرفی که دارید درستش میکنید. هفته دو بار بزنید به صورتتون. من یه ماه زدم هفته دو بار، خیلی خیلی نتیجه داد. حتی یه جایی خوندم که نوشته بود که اگه ناحیه‌ای تیره‌ای دارید تو بدنتون هم میتونید از این استفاده بکنید. حالا پنبه‌مون رو برداریم بزنیم بریم سراغ ادامه صحبتمون. حالا دخترایی که از این کلمه دارن استفاده میکنن برای پسرا، من همیشه نگاه میکنم ببینم اون دختری که داره تا اومدم راجع به این موضوع صحبت کنم همش ریخ روم. برای شدم هم شلوارم عوض کنم هم صندلی رو عوض کنم، ولی صحبت میکنم راجع بهش. خب پنبه رو برم داریم میزنیم صحبت میکنیم، اینم میذاریم اینجا که دیگه نریزه روم. درباره که میبینم دختر خیلی راجب این صحبت میکنم، پسر پرنسسن و اینا، راجب دو تا موضوع میخوام صحبت کنم. یکی این که بعضی وقت میبینم پسر میان میگن شما که میگی پرنسسی و اینا، مثلا میان یه سری صحنه هایی که
انسان‌های فقیر هستن، اینکه داره این شرایط رو نشون میده که زندگی سخته. ببین باید هم درک کرد که واقعا زندگی سخته، هم من خودم یه ذره موضوع رو درک نمی‌کنم که بعضی آدم ها راجع به این صحبت کنن. چرا؟ من میگم شما تلاشتو بکن، اصلا کشور مهم نیست، اصلا مهم نیست شما ایرانی، افغانستانی، آمریکایی، اصلا فرق نداره. آدم تو آمریکا هم هستش که فقیره، آدم تو افغانستان هست خیلی پول داره. برای همین این بستگی به اراده شما داره. واقعا شما تلاشتو بکن، اگه نشد میگیم اصلا اشکال نداره، فرق سرت لااقل تلاشتو کردی. خود من میگم خب لااقل من تلاشمو کردم، نشد اشکالی نداره. خب برای همین پسرها این موضوع رو نذارید توی اینستاتون که میگید که شرایط کشور اینا، نمیشه زیاد روی این قضیه به نظر من جلو رفت. شما مگر اینکه تلاشتو کرده باشی و بهش نرسیده باشی، خیلی تلاش کرده باشی، نه که بری یه شغل کار بکنی. بعضی وقتا هست، ببین مردای قدیمی چرا الان قابل مقایسه نیستن. ببین پدر خود من قبل اینکه من به دنیا بیام دو شغل کار میکرده. خب شما هم دو شغل کار بکن، اگه دیدی نشد میگیم باشه تقصیر کشوره، تقصیر شما نیستش اصلا. این اونجا آروم میزنید رو صورتتون، حدود 10 دقیقه هم میذارید بمونه، بعدش آروم به آب ولرم ماساژ میدید میشوریدش. زیر چشاتون هم میتونید بزنید، هیچ مشکلی نداره. حالا دومین موضوعی که راجعش باید صحبت کرد که من خیلی خیلی حرسم میگیره، خیلی، چون بعضی دخترها واقعا اصلا اسم هممونو دارن خراب میکنن بدتر. من نمیگم دختر رو بدن، همونجور که دختر بد داریم پسر بدم داریم، اصلا این نیستش که بگی کدوم بده کدوم خوبه. ولی بحث من اینه، دختره که راجبه این موضوع صحبت کنن که پسر و پرنسسن، الان ما هزینه میدیم اونو اشکالی نمی کنن. من اول یه سیشونه که چون میشناسم واسم خیلی عجیب اینجور صحبت ها. شما اول ببین خودت تو چه جایگاهی هستی که داری صحبت رو میکنی. آیا خودت یه بیزینس خفنی داری؟ خودت از خودت چیزی داری؟ تونستی برای خودت کاری انجام بدی؟ چه میدونم یه ماشین برای خود خریدی، خونه نخریدی، خونه اصلا واسه خودت رهن تونستی بکنی، یا چنده همون بیزینسی که داری، ببین چی داری از خودت که این توقع رو داری. اگه از خودت چیزی نداری، از پسر مردم توقع داری، خونه پدر مادرت اینجور چیزا رو تجربه نکردی، که این اشتباهه، نباید از پسر مردم توقع داشته باشی. حالا ما میگیم باشه پدر مادرت هم توی شرایطی بودن نتونستن، خودت تلاشتو کرده باشی، ولی نه که ببینی که هیچی خودت نداشتی حالا بخوای از پسر مردم توقع داشته باشی. این خیلی خیلی واقعا مسخره است. ولی اوکی، اگه خودت بیزینسی داری، موفقی، اون موقع باشه بیا صحبت کن، بگو پسر اینجوری هم. که بازم من میگم پسر خوب داریم، پسر بد داریم، پسری داریم که خرج کنه، پسری داریم که خسیس باشه، پسری داریم که متعهد باشه، پسری داریم که نه هنوز دوست داره که تفریحاتشو بکنه. ما نمیتونیم تر و خشک با هم بسوزونیم بگیم که همه پسرها اینجوریان، یا همینطور پسرها هم نمیتونن راجع به دخترها این نظر رو داشته باشن بگن الان همه دخترها اینجوریان. از نظر من دختر مناسب شما یا پسر مناسب شما الان زمانش نرسیده که سمت شما بخواد بیاد. واقعا باید زمانش برسه. برای یکی میبینی تو 50 سالگیه، برای یکی میبینی تو 20 سالگیه. حالا جمله پایانی که میخوام بگم، پسرها لطفاً لطفاً از اینکه شرایط کشوریمون بده صحبت نکنید. شما چه ترکیه هم بیاد ممکنه این شرط داشته باشی، آمریکا هم این شرط داشته باشی، این بستگی داره به اراده خودت. اصلا کشور نمیتونه انقدر دخیل باشه، نمیگم نه، نمیتونه انقدر زیاد دخیل باشه. و شما تلاشتو بکن، نشد میگی نشد دیگه. خب یکی این، یکی اینکه دختره که لطفاً لطفاً از خودتون چیزی ندارید، از پسر مردم توقع اینو نداشته باشید، بهش نگید پرنسس. اصلا این حرفا درستی نیستش که بخوای بذاری، مگر اینکه دارم میگم چیزی از خودت داشته باشی، توقع اینو داشته باشی یکی هم سطح خودت بخواد بیاد تو زندگیت. اگه در اون سطح نیستی هیچ وقت به پسر این حرفو نزن، هیچ وقت. این ماسکم تا حدود 10 دقیقه رو بذارید بمونه، چون اگه زیاد بمونه به خاطر اینکه زردچوبه زدید صورتتون یکم زردی احساس میکنید. الان خیسه، بذارید یه حالت خشکی باشه، بعدش آروم با
آب ولرم میشوریم. من برم یه ذره این خوش بشه، بعدش دوباره میام با هم دیگه میشوریم. من صورتمو شستم. آروم حالت دورانی رو صورتتون ماساژ بدید، ولی باز تاکید میکنم نذارید که زیاد رو صورتتون بمونه، چون اون زردی زردچوبه میمونه. ولی اگه یه کوچولو احساس که صورتتون یه کوچولو زرد شده، اصلا نگران نباشید. بعد این پروسه هم با یه بار دوبار زدن نیستش. من الان یه ماهی که دارم میزنم، روزی هفته ای دو بارم مصرفش کردم و واقعا راضی بودم، چون من چند تا جوش زده بودم که جاش نرفته بود. الانم یه کوچولو مونده ولی خیلی کم رنگ تر شده. یه ذره مرطوب کننده میزنم به صورتم یه کوچولو، و راجبه این موضوعی هم که گفتم یکم فکر کنید، بعد راجبش صحبت کنید، چه پسر چه دختر. آروم ماساژ بدید. اگر هم از این سبک ویدیوهای من خوشتون اومده، یادتون نره من رو سابسکرایب کنید. طبق حرف همیشگی که میزنم، از همدیگه خودمون میتونیم حمایت بکنیم، پس ممنون میشم از من حمایت بکنید. اگر نظر دیگه ای دارید توی کامنت ها واسم بنویسید، من حتما براتون انجام میدم. دفعه بعدی هم که یه چیز خیلی خفن‌تریه که خودم تا حالا امتحانش نکردم، ولی انقدر دیدم همه راضین، خودم میخوام اونو امتحانش کنم. مرسی که ویدیو من نگاه کردید. بازم میگم اگه که از ویدیو من خوشتون اومده، من سابسکرایب کنید، لایک کامنتتون نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ. چند دوستم خوب شد.